با درود حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC، اسد زری مهرم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی، وکیل رسمی در کانادا هستیم. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC که میتونه این برنامه رو در سرتاسر دنیا ملاحظه فرمایید. پیش از آغاز گفتگومون خدمت شما بینندگان گرامی بگم که این برنامه جنبه اطلاع رسانی داره و به عنوان مشاوره حقوقی به هیچ عنوان نباید حساب بیاد. اگه مشورت حقوقی میخواین لطفا با شماره تلفنی که پای صفحه تلویزیون میبینید با دفتر آقای دکتر تماس بگیرید تا کارگشای مشکلاتتون بشه. خب آقای دکتر، شما به باغبانی و این حرفا میرسین دیگه، داره هوا خیلی خوب میشه و فصل کشت و کار ما چقدر منتظر بودیم. ما بکیارد ما واسه سبزی انواع اقسام سبزی کنیم عالیه. بیزینس ها داره شروع میشه، بیزینس ها شروع میشه، ملک و املاک. راجع ملک و املاک بگم، ما یکی از دوستای ما که با ما به برنامه تلویزیون هم داره، آقای فریبرز فرودی نژاد، میگه که در سال 30,000 خونه چیز 100,000 خونه لازمه، با تا 30,000 تا ساخته میشه، یعنی باز ما کم داریم. به همین خاطر ظاهرا قیمت ها که میره بالا بیدلیل نیست. شما راجع به ملک و املاک چه پیشنهادی میکنید؟ هر کی زودتر بتونه بخره میان سراغ شما ملک و املاک. شما کلوزینگ انجام میدین دیگه؟ ما کلوزینگ انجام میدیم ولی در خرید و فروش نظر نمیدیم. نه. دلیل اینکه کار ما وکالت خرید و فروش نیست. برای خرید و فروش خب عزیزان مشاورین املاک تشریح هستن، میتونن کمک بکنن، ولی کار من در قسمت حقوقیه، یعنی ما ادوایز نمیدیم به عزیزان آیا خونه بخرن، خونه نخرن یا چیز کنن. البته بر اساس فرهنگ خودمون همیشه اینو داریم که هر ایرانی دوست داره که یک منزل خودشو داشته باشه، یعنی دوست داره که منزلی رو زندگی کنه که مالکیت اونو داشته باشه، حالا یه چیز ملیه یا یک غریزه است. بعضی از ملیت ها مثل ایرانی ها مایلن که مالکیت یک ملکی رو داشته باشن. بعضی از ملیت‌ها دیدم که اصلا به محض مالکیت کار ندارم، همیشه مستاجر دوست داشتم باشم یا اجاره نشینی و خوش نشینی نامه رو. ولی ماها نه، ماها تقریبا میشه که فرهنگی داریم که دوست داریم مالک ملکمون باشیم، مالک زمینمون باشیم و خب چیز خوبی هم هست. و خب این موضوع چرا پول کرایه که همون پول کرایه رو یه خورده فرض کن روش بذار، بعد از این مدتی نگاهونه که اون خونه ارزشش میره بالاتر، یک نوع سرمایه گذاریه. ولی شما که کلوزینگ های زیادی رو انجام میدین متوجه شدین که به اصطلاح قیمت ها رفته بالا، درسته؟ او یس، صد درصد. یه ذره نرفته بالا. ما یه قوم معامله میکردیم مثلا اوریج خونه ها بود 500 تا 600 700 به ندره، یعنی اگر یه ملکی 1,000,000 دلاری بود یه مقداری ابنرمال بود برامون، یه ملکی بود که استثنایی بود، غیر عادی بود، ولی الان نه، الان عادی شده. الان میگم کمتر از 1,000,000 امکان نداره تقریبا، چیز مناسبی پیدا نمیشه. یعنی به نظرم میاد که الان املاکی که میبینیم قیمت ها خیلی بالاست، یعنی فوق العاده روی 1,000,000 خورده ای اوریج، حداقل این نظر منه، تا املاکی که تو دفتر من میاد و راحت 2,000,000 3,000,000 دیگه رقمی نیست. آره طب بله، قیمت رفته بالا. حتی بسی که داره به چه سالی در نظر بگیریم، سال 2010 در نظر بگیریم، 2012 در نظر بگیریم، ولی هر سال بالاتر میره، 38%، 37%. خب در از اخیر چند سال اخیر خب قیمت ها یه مقداری رشدی داشته که به چه دلیلش حالا کار نداریم، از نقطه بحث ما خارجه، ولی نه قیمت ها رفته بالا. ولی خب عزیزانی که مایلن خونه بخرن خب مسلم باید چند نکته اساسی رو رعایت کنن، مثل چیزای قبلی که گفتیم. اول اینکه خب برای خرید حتما نیاز به یه متخصص دارن که کمکشون بکنه، علاوه بر اینکه مشاورشون باشه که اونا مشاورین املاک هستن. البته برای خرید خونه افرادی که قدیمی هستن به امور خونه واردن و خونه چیز میکنن، اینا نیاز به مشاوره احساس میکنن ندارن. اما معاملاتی در دفتر داشتیم در سالهای اخیر که افرادی که خریدن مشاور نداشتن و
ولی برای عزیزانی که وارد به امور مسکونی نیستن، ساختمانی نیستن، به لوکیشن نیستن، به منطقه نیستن، به تبع استفاده از یک مشاور به نظر من معقول به نظر میرسه. دومین بحثی که وجود داره اینه که اگر شما قصد خونه دارید بعد از انتخاب مشاور حتما با یک مورگیج بروکر خوب مشاوره بکنید و اطلاعات لازم مالی رو بگیرید، ببینید که خونه‌ای که میتونید بگیرید با توجه به میزان درآمدتون و با توجه به میزان پولی که میتونید به عنوان پیش پرداخت بدید چقدر میتونه باشه. خدای نکرده وارد یک معامله نشید که فکر بکنید بدونی که مشاوره بکنید، یعنی وارد یک معامله بشید که فکر میکنید که مثلا 100 هزار دلار پیش قسط میدید، معامله رو با ایکس امان میخواید تموم بکنید، متوجه نیستید که مقدار زیادی رو بانک بهتون وام نمیده و جایی نمیتونید وام بگیرید و به تبع با مشکل برمیخورید. در قدیم ما با این مسئله برخورد کرده بودیم که بعضی از عزیزان موقع کلوزینگ کمبود پول داشتن و به تبع مجبور بودن برای سکند مورگیج اقدام بکنن که بعضی مواقع اون بانک که به شما وام میده مانعیت ایجاد میکنه اینکه سکند مورگیج گرفته بشه روی خونه و این خودش میتونه یه مشکل عدیده رو برای شما به عنوان مالک پدید بیاره که میخواییم بخرید و وام بگیرید. یعنی ممکنه اگه بانکتون بگه من به شما برفرض بگیم یه میلیون دلار وام میده، شما یه میلیون صد میخوای، بهتون اجازه نمیده که وام دوم رو روی خونه ثبت بکنید، به طب اونجا با مشکل برمیخوره. از این لحاظه که لازم هست قبل از اینکه با مشاور املاک صحبت بکنید، با مشاور بروکر مورگیج بروکر، بله مورگیج بروکرتون صحبت بکنید، بگین که واقعا شما برای چه مبلغی کوالیفای هستید که منظور من رو بدونید که حداقل چه اهرم هایی رو دارید. اگر به شما بانک 1,000,000 دلار وام میده یا 500,000 دلار وام میده، اول اینکه چی میخوان که کوالیفای بشید، بعد با مشاورتون که مشاور املاک هست بهش میگین که اوکی با توجه به این بودجه چه چیزی رو میخواین انجام بده و چی میخواین. ممکنه 1,000,000 دلار اگر در تورنتو باشه ممکنه مجبور شین که آپارتمان بگیرید، ولی اگه مثلا حاضر باشین از جی تی ای خونه‌ای جی تی ای استفاده کنید یه ذره شمال‌تر برید، شاید اصلا بتونید یک خونه بخرید. از این لحاظه که در اون مقطع با توجه به بودجهتون بهتر میتونید تصمیم گیری کنید، بهتر میتونید بفهمید چیکار می‌خواید بکنید و بر اساس اون قدم‌های بعدیتون رو برمی‌دارید. نقش وکیلم که خب مسلمه که اهمیتش مشخصه، بسیاری موارد وکلا عامل اجرایی هستن، یعنی قرارداد بسته شده، کاندیشنال میت شده و به تبع ما میگیم فرم اگریمنت، یه قرارداد فرمی اومده روی میز وکیل و خب به تبع وکیل در اون مقطع ملزم به اجرای قرارداده، نمیتونه بشینه پای میز مذاکره و بخواد قرارداد رو دوباره تغییر بده. به ندرت پیش میاد که این اصلاح پیش بیاد که یک وکیل بتونه اصلاحیه بزنه به قرارداد که اون مورد تایید دو طرف باشه. بعضی مواقع بوده ما حتی برای چند روز مذاکره که بتونیم قرارداد رو عقب بندازیم وکیل مقابل قبول نکرد و گفت ما اجازه به شما نمیدیم که شما روز معامله رو به هم بزنید. پیشنهاد کرده که معامله باطل، میشینیم سر میز مذاکره قیمت‌های جدید رو می‌بینیم، بر اساس قیمت‌های جدید میشینیم قرارداد جدیدی می‌نویسیم. خب این باعث میشه که مشکل ساز باشه، یعنی قرارداد از بین بره، به اضافه که مشکل دیپوزیت مطرحه که دیپوزیت از بین بره و مشکلات متعددی که می‌بینیم یه موقع پیش میاد رو قرارداد. آقای دکتر عابدی، شما قبلا با هم دیگه صحبت کردیم، یک مرحله بودش که ظاهراً وکیل هنوز وارد کار نشده، یعنی مراحلی است که مشاوران املاک درگیر این برنامه و پروپوزال میدن. شما فرمودین، یادم میاد که هر پروپوزالی رسمیت داره، سندیت داره، یعنی وقتی که پیشنهاد میکنید این جنبه قانونی داره و نمیتونید زیر اون بزنید. ببینید، برای اینکه قرارداد تنظیم بشه ما به چند تا عامل احتیاج داریم. یکی عاملش اینه که کی آفر میده، کی پروپوزال میده. اگر پروپوزال رو طرف مقابل قبول کرد
اینجا دیگه قرارداد بسته شده شما آفر میدید با ترس و لرزم آفر میدید ولی اگه قبول بکنه یعنی قرارداد قرارداد یعنی همون که فهمیدید ترس و لرز نداشته باشید چون با خوشحالی که خدا کنه قبول بکنه این آفر ما رو میدید با ترس و لرز معمولا زمانیه که نشه اجرایش کرد ولی شما همونطور که فهمیدید پروپوزالی که بدید آفر رو که بدید پیشنهادی که بدید و طرف مقابل قبول بکنه این آفر شما رو اونجا آفر تبدیل میشه به قرارداد مطلبی که وجود داره شاید هم به اصطلاح من فکر کنم روی اینه که شما آفر رو میدید طرف مقابل قبول نمیکنه بلکه مثلا یه جاشو خط میزنه میزنه مثلا شما میگی برفض میزنی $1,000,000 خرید ایشون خط میزنه میکنه $1,050,000 خب اگر اینجا کرد این هنوز قبول نشده و هنوز پروپوزاله هنوز آفره و به تبع تو برمیگرده به زمین شما به عنوان کسی که دادید آیا قبول میکنید یا خطش میزنی؟ اگه شما قبول میکنید رسمیت داره اگه نکنید که باطله اگه نکنید دوباره میشه که چیکار میخوای بکنی؟ اصلاحیه که هر اصلاحیه رو که میفرسته یعنی هر پیش میشه پیشنهاد جدید چه از طرف اون باشه چه از طرف شما باشه. ببینید تا زمانی که شما میدید اون قبول نکده اون بر میگرده به شما و خط میزنه و یه چیز جدیدی مینویسه و به شما ارائه میده میشه آفر جدید این دیگه شما هست که قبول میکنید یا نمیکنید الان مثلا ما یه مطلبی داشتیم تو واقعا که استنباط این بود که آیا دو طرف وقتی که مطلب رو شفاهی مطرح کردن سندیت داره یا نه؟ آیا نه آیا استنباطشون نسبت به آفر یکی بوده یا نبوده یعنی من فکر کردم اونجوری اون میگه من فکر کردم میشه ولی وقتی نوشته میشه داستان فرمان دقیقاً یعنی الان مثلا من خودم یه مطلبی داشتم که من استنباطم این بود که مطلب چیز دیگه از طرف مقابل گفت که نه من فکر کنم استنباط یه چیز دیگه من استنباط ما اینجوری بوده از نظر حقوقی و من احساس کردم که دو تا نظر مختلف الان مطرحه بیشترم پیشنهاد از طرف ترد پارتی بود که اون پرونده که قاضی نظر داده بود که اونم یه نظر شفاهی داده بود از این لحاظ که یه موقع ماها هنوز به توافق نرسیدیم چون به توافق نرسیدیم آفر هنوز مبهمه یعنی اگه آفر مبهم باشه شفاهی باشه همینه ولی وقتی که خوشبختانه در مسائل املاک آفرها همیشه نوشته است به طب این آفر میره رو میزه وکیل مقابل چیز کارشناس مقابل مشاور املاک محترم به مقابل نگاه میکنه به موکلش میده موکلش نظر میده یا قبول میکنن همونجا اگه امضا کردن به شما در زمان مربوطه برگردن قرارداد بسته شده ولی اگه در زمان مربوطه امضا نکردن و به شما ندادن خود به خود باطل میشه چون معمولا آفر یک زمانی هم داره باز نیست برای همیشه شما مثلا وقتی وقت مدتش قید میشه آره در اکثر قراردادها هست ما الان معمولا چقدره یک هفته دو نه 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 معمولا اگر در معاملات املاک باشه بین 24 ساعت تا 72 ساعت صحیح یعنی میزنن که این آفر تا 72 ساعت از طرف اگه قبول نشه باطله برای همین ما میبینید که مشاورین املاک وقتی که وارد مذاکره میشن آفرها تونتون میره و میاد چون ددلاین دارن میخوان ددلاین ها رو میت کنن بعضی موارد بوده که مثلا من یادمه که یه نفر کاندیشنال بود ملکش فروخته بود طرف مقابل سر زمانبندیش ویو نکرده بود کاندیشنو و فروشنده گفت من تعهدی ندارم من تعهد ندارم که این ملکو بفروشم و معامله باطله چون کاندیشنو میت نکردی قرارداد وجود نداره یعنی میخوام بگم که اصطلاحا درست که ما یه موقع چیز بود ولی باید دقت کنیم که اگه زمانبندی میت نشده باشه آفر از نات گود انیمور اینجا آفرایی که میاد وکیل نگاه میکنه یا بستگی داره چه موردی باشه اگه مال خونه باشه اکثر خونه ها رو کارشناسان املاک چیز میکنن میتونن بررسی کنن بررسی میکنن و خب بعضیشون سالها دارن زحمت میکشن کار میکنن کارشناسن ولی اگر یه نفر جدید کار باشه من کمتر خونه آفر رو بررسی کردم که نظر به عنوان وکیل بدم به عنوان که آفر نهایی باشه بیشتر زمانی بوده که وکیل نبوده کارشناس نبوده یا
یعنی طرف رفته وارد بوده خونه رو چیزی معامله کنه، از ما خواسته که دفتر ما آفر بذاریم برای خرید ملک، ما آفر رو گذاشتیم و معامله مورد قبول واقع شده. که خب اینجور موارد میگم حتی فکر نمی کنم الان بازار فعلی چیز بکنه، ولی اینجور موارد دیگه خود خریدار وارد چیز میشه، الان مالتیپل آفر میشه یا چند پیشنهاد میشه وقتی که عرضه بستگی داره. الان مارکت زیاد. ببینید الان مارکت تقریبا من میتونم بگم نسبت به زمانی که شوروی حمله کرده یه مقداری بازار رو روسیه روسیه حمله کرده به چیز اوکراین، این باعث شده که یه مقدار زیادی من در بازار خرید میبینم که یه ذره توقف شده و این باعث شده که چیز کنه که یکی دیگه از دلایلش اینه که اینونتوری زیاد اومده توی مارکت دیگه. این نیست که فقط چویس سلر باشه که بگه اوکی من میخوام بفروشم این هست، مگر اینکه یونیک باشه. من کمتر مولتی آفر دارم میبینم و یه مقدار دیگه هم تاثیر گذاشته این جنگ روسیه و اوکراین. ببینید مسلمه که همونطور که در مسائل اقتصادی خب اگه یادتون باشه بازار سهام کانادا و آمریکا یه مدتی تحت تاثیر این مسئله بود و قیمت سهام یه مقدار زیادی اومده بود پایین، ولی جبران شد، الان هم برگشته به حالت عادی برگشته. ولی میخوام بگم در یه مقطعی بله جنگ بدبختی در اون طرف دنیا تاثیر میذاره. یعنی ما حال نشون میده که حالا بحث اینی که نه تنها از لحاظ انسانی به هم وابسته هستیم، از لحاظ عاطفی وابسته هستیم، هممون درد و رنج مردم اوکراین رو متاسفانه میبینیم و از لحاظ اقتصادی هم و نگرانیم برای اون ملتی که وارد جنگ شده، ناخواسته بهش تجاوز شده و شوروی رو محکوم میکنیم به عنوان یک کشور متجاوز در تمام زمینه‌هایی که کرده و به عنوان اقداماتی که انجام داده اقدامات وحشتناکی بوده و کشتار دست جمعی انسان‌ها در بمباران مردم عادی، حمله به بیمارستان‌ها و خراب کردن ساختمان‌ها، اصلا 5-6 هزار نفر کشته شدن، انسان‌های بیگناه و این خودش جنایت جنگی به حساب میاد. این جنایت جنگی باید یک چی بشه، ولی خب می‌خوام بگم درسته که ما محکوم می‌کنیم، ولی در این حالش هم بحث عاطفی و اجتماعی رو زمین کرده. این قسمت خب نشون میده که در اقتصاد ما، در روابط ما هم تأثیر می‌ذاره، چون به صورت یه مقداری افراد رو میبره به فکر که مثلا چی میشه، و یه مقدار هم کنوانسیون های بین المللی رو بیشتر میاره جلو که کدوم کنوانسیون بوده که مقرراتش لغو شده، مقرراتش متاسفانه تخلف شده در زمین های مختلف و واسه همین که فهمیدید مایلیم که دولت شوروی یا روسیه و اوکراین روسیه تنبیه بشن و از تخلفات در مقامات در دادگاه های بین المللی حاضر بشن و پاسخگو بشن نسبت به جرایم جنگی که کردن نسبت به ملت مظلوم اوکراین. بله ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر، با شما خسته نمیشیم حرف میزنین و اطلاعاتی که میدین بسیار مفیده، از شما سپاسگزاریم. با تشکر از شما و همچنین بچه اتاق فرما و همچنین بینندگان محترم که این برنامه رو ملاحظه کردن، امیدوارم برنامه بوده باشه که مورد استفادهشون باقی بشه. بله حتما همینطور بوده، از شما هم سپاسگزاریم که به این برنامه توجه کردین. تا برنامه بعد خدا نگهدار. خداحافظ.